خسته نباشید، تشریف بیارید. ببینمتون. محمد پارسا، کیانا، ریان، شهراد، الهه، پارسا، رایا، فریما، مهندسه، نرگس، نگار، رانیا، مهران، یسنا، فرین، پرهام، فاطمه، علی، یاشار، درسا، هلنا، فاطمه، نگاه جا افتادم دیگه. خب امیدوارم خوب باشید. خیلی هم جا افتادم. خب چه خبر؟ همچی خوب؟ چه بارونی داره میاد تهران؟ ببینم اهواز بارون میاد؟ بچه اهواز، اهواز بارون میاد؟ دیشب ساعت چند اومد؟ دیشب که من تا وقتی سوار هواپیما شدم دیگه نمی اومد، ولی تورا دیدم ابرا دارن میرن سمت اهواز. خیلی خوب. آره بارون خیلی بالی. خب اگه خاطرتون باشه یه چند تا سوالای حرکت مونده بود، من همینجور خورد خورد تر میکنم یاداوری شه. یه خوردم ثبت کردم که کامبک ها رد شه، که بچه هایی که نبودن لاقل بعد از کامبک ها من حل بکنم که متوجه بشن، یعنی بتونن استفاده بکنن. ما رسیده بودیم به اینجا، درسته دیگه، این مال هفته پیش بود. آره بله، یه چک بکنید چون من این جزوه رو مطمئن نیستم. بعد تکانه رو هم نگفتم، این سوالا رو هم حل کردیم. سینماتیکی، دینامیکی، اینا، اعداد فیثاغورسی. اعداد فیثاغورسی رو گفتم. کجا گفتم؟ توی پایه یا خیلی خوب، مرسی. خیلی خوب دیگه، این نشانه های پیریه. آسانسور هم که گفتم یادم نمیمونه. بله تعادل مونده و تکانه. تعادل و تکانه رو امروز بگم که دیگه چیزی باقی نمونه. برو بریم. خب حاضرین؟ یک سرسخت بدید و بریم. نه به چتر بازه، یکی پرسید به چتر باز امروز نمیرسیم، هفته آینده انشالله. نه اصلا کلا دینامیک چیزایی که باقی مونده آسوناشه، آسوناشه، سختاشو رد کردیم. فکر کنم هفته دیگه هم تموم شه، شاید یه ذره سوالاش بمونه. تعادلو میگم، اول تعادل آخه گفتم، دوباره بگم، جمع‌بندیش کنم، مرتبش کنم، بعد تکانه رو بگم، یه خود سوال حل کنیم، بعدم دیگه تشریف ببرین. هفته آینده هم دوباره سوال حل میکنیم. چتباز میفته هفته دیگه، هفته دیگه چتباز رو بگم، فکر کنم تموم شه هفته آینده. شاید یه چند تا سوالاش بمونه، همینجوری میگم در جریان باشید. بعد اون وقت هفته بعدش میریم نوسان. به نظر من چتباز، چتباز، چتباز دیدی با چت میپرن از هواپیما اینا، به اون میگن چتباز. چتباز نشدی محمد مهدی؟ آه حالا میتونیم یه کاری کنیم. من باید یه فوق‌العاده برای بچه های ریاضی بذارم دیگه، دینامیک که تموم شه میذارم. خب که داره تموم میشه دیگه، هفته دیگه کامبک، که این جمعه فردا که کامبک، هفته دیگه که فوتبال، اصلا اولین جمعه یکی کلاس ندارم، میخوام فوتبال ببینم. بعد هفته بعدش، هفته بعدش برای ریاضی یا جمعه فوق‌العاده بذارم. نظرتونه؟ فوق‌العاده فقط برای دوازدهم رشته ریاضی، هر کی دوازدهم ریاضیه یه پنج بده. بنابراین میشه دو هفته دیگه. همین الان اصلا بذار بنویسم یادمون نره. بیا 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 تو جزوه دینامیک می‌نویسم. این پایینش فوق‌العاده رشته ریاضی. دوازدهم پایه نیست. اگه یادتون باشه گفته بودیم که من مشترکاتو میگم، اینایی که مختص رشته ریاضی اینا رو به صورت فوق‌العاده میذاریم، یا اگه درس جلو باشه تجربی ها رو تعطیل میکنیم، که تو دوازدهم جلوییم، تو پایه هم بد نیست، اوزامون خوبه.
مثلا یه ما دیگه خیلی خوب میشه دیگه. ببین آزمون گرما رو بگم داون تمومه، گرما هم خیلی ساده است. وقت 12ام چیز 11ام هم الکتریس ساکن دیگه، هفته دیگه خازنه بگم فقط مثالاش باید تموم شه و کلا خیلی جلو این به نظر خودم. نظر شما چیه؟ به نظر خودم اینجوریه، یعنی من فکر میکنم شما یه 50% شایدم یه ذره بیشتر تو کنکور دی ماه میبینید فیزیکاشو خوندید. بله ببینید من دارم تقویم چک میکنم، فردا که کامبک، چهارم که فوتبال، هیچی نمیذارم، 11 آذر میشه. 11 آذر، 11/9/1401. فرید جون عشق منی باید سه دقیقه، 11 آذر ساعت 5 تا 8 چی درس میدم؟ یه ساعت و نیمش سقوط آزاد حدودن، یه ساعت و نیمش هم حرکت دایره‌ای. این آخر فصل 1ه، این آخر فصل 2ه، آخر حرکت، آخر دینامیک. تا اون موقع هم اگه کسی داریم رشتهش ریاضی حرکت شناسی رو دیر شروع کرده تا یه جایی میرسه. یه خود دیرتر گذاشتم برای همین. یه تایید بدید تجربیا به هیچ دردتون نمیخوره، ولی تو دانشگاه جفتشو دارید، دوست دارید و خیلی درستون خوبه و اوضاعتون خوبه، بیایید شما. من خودم یه عکس بگیرم یادم نره. یه موقع شما بیاین من نیام. خیلی البته به ندرت این اتفاق میفته، ولی یعنی شاید هر 10-15 سال یه بار. دهمو درس ندادیم یعنی چی؟ گرما مونده دیگه. بله گفتم که بعد از الکتریسه ساکن میگم، گرما مونده. فعلا این آزمون قلمچی اولای گرماست، تعاریفشه. خودتون از روی همون جزوه حفظیات بخونید، به آزمون بعدیش ایشالا من میرسونم تو. خب بریم آقا، بریم. ببینم الان یکی یه چیزی گفت، ایسکا کردی منو یا واقعی گفتی؟ اگه ایران سود کنه 11ام بازی داره اون وقت، اگه اینجور باشه نمیام ها، ولی بعیده. نه بابا به این زودی نیست، بازی آخرش 8ام، 3 روز بعدش که نیست، نه امکان نداره. اگه سعودم بکنه 8ام تازه، نه امکان نداره. حالا سعود کنه نکنه وایسید، به نظر من زود قضاوت نکنید. خب نه که فوتبال نیست مطمئنه، یعنی هست دا بازی ایران نیست. خب اینم مال این. بریم تعادل من براتون بگم. تعادل یعنی قانون اول نیوتن. یعنی برایند نیروها صفره، یعنی استاتیک. هر کدوم اینا رو شنیدی، اینو قبلا توضیح دادم، بعد برای نیروها رو صفر بذاری دیگه. منتها میخوام بهت بگم چند مدل سوال داره مزافرین، که این توی الکتریس ساکن هم به دردتون میخوره. همین امروز هم یه مدلشو دیدید، مثلا کدوم بود؟ این بود که امروز هر کدم F1 بود، یه دونم F4 بود، که گفتم براینده این دوتا میشه F1 رادیکال 2، بعد اینو با این مساوی گذاشتم. یادت همین امروز حل کردم؟ بله. خب این یکی از مدلاش. خانم آقایون اگر سوال تعادل دیدید، یک کدوم از این حالتهاییه که میگن تو دانشگاه هم کلی به دردتون میخوره، چه تجربی چه ریاضی، به ویژه ریاضی ها. ممکنه نیروها همراستا باشن، این خیلی آسونه. ممکنه نیروها همراستا نباشن. چند تا باشن؟ 3 تا باشن. 3 نیروی هم ناهمراستا. ممکنم بیش از 3 نیروی ناهمراستا داشته باشیم.
از این سوال خارج نیست. ممکنه نیروها هم راستا باشن، ممکنه هم نباشن. اگه هم راستا نباشن اینو دو قسمت کردم، سه تا باشن یا بیشتر از سه تا. دو تا چی؟ خب دو تا که حتما هم راستان دیگه. شما دو تا رو هر جوری بکشی بخواد برایندشون صفر شه، باید مساوی و ناهمراستا باشن. همراستا باشن، این که نمیشه. اگر دو نیرو بخواد برایندشون صفر شه، باید مساوی و ناهمراستا، مساوی و همراستا باشن. اگه بیشتر از دو تا بودن چی؟ ولی همه همراستا بودن، یعنی حالت اول. خب جمع نیروهای اینوری مساوی جمع نیروهای اینوری. خاصه نباشه، این که کاری نداره که تایید بدید. مثلا این 8، این 5، این 2، این 7، این 3، میگن این چنده؟ بودو ببینم، این همینجوری با چشم میتونی بگی. این دیگه حل کردن و نوشتن نداره که، 5 دیگه. قبوله؟ جمع اینا 15 است، باید جمع اینا هم 15 باشه، پس این 5. پس اگر نیروها هم راستا بودن، یعنی در یک راستا بودن، یعنی موازی بودن، جمع نیروهای یک طرف مساویه یا برابر جمع نیروهای طرف مقابل. تایید بفرمایید. مرسی. خب این پاک کنم دیگه، این تموم شد. حالا اگه نیروهای اینوری بودن چی؟ اینوری باشن. بیا اینم کار کرده بودیم، یادته؟ مثلا این 20، این 50، این 40، این چنده؟ بودو ببینم. البته این 40، این چنده؟ چنده؟ 30. این همونی بود که میگفتم جمع نیروهای رو به بالا رو مساوی جمع نیروهای رو به پایین قرار میدیم تا n به دست بیاد. در واقع استاتیک بود دیگه، هم راستا هم بودن. این مال این تموم شد. خب دیگه یه قلو قهوه بخورم. دیگه اگه ناهمراستا باشن، مثلا اینطوری چند تا باشن؟ سه تا. سه تا باشن و اینجوری، دو جور سوال داره، ساده سخت. اگه ساده بود، برایند این دوتا رو بگیر یه نیرو، این دوتا حذف میشه، جاشو میده به این صورتیه، بعد این صورتی و آبیه رو مساوی ناهمسو بذار. همینی بود که زنگ پیش حل کردم، الان یادآوری کردم. تایید بده. پس ساده بود برایند دوتا از آنها برابر و ناهمسو با سومی. اگه ساده بود اینجوری حل میشه، احتمالاً اینطوری بدن، یعنی یا اینو بدن یا اینو بدن. خیلی بعیده که اینو بدن، تو این 4 سال نظام جدید که ندادن، ولی به نظام قدیما میدادن. اگه سخت بود چی؟ یعنی چی سخت بود؟ یعنی آقا هر کاری میکنم نمیتونم برایند بگیرم، مجهولاتش زیاده. اگه سخت بود یعنی اینطوری، مثلا یه نیرو اینجوریه، یه نیرو اینجوریه، یه نیرو اینجوریه، F1 F2 F3، شما باید برایند این دوتا رو بذاری مساوی این، بعد میگی جفت اینا مجهوله. خب نمیشه دیگه. خب یا میخوای برایند این دوتا رو بذاری اینجا، میبینی نمیتونی برایند بگیری، یا برایند این دوتا رو مساوی این بذاری، میبینی نمیشه. پس این سوال میشه سوال سخت. فهمیدی منظور من سوال سخت چیه؟ سوال سخت یعنی اون وقت این زاویه آلفا، این زاویه بتا، این زاویه گاما، برایند این سه تا صفر باشه. یه قانونی در ریاضیات هست به نام قانون سینوس ها. یه شخصی به نام لامی اولین بار این قانون سینوس ها رو از ریاضیات برداشت و برد در فیزیک و استاتیک ازش استفاده کرد. چی؟ هر نیرو تقسیم بر سینوس زاویه مقابلش. زاویه مقابل F1 چیه؟ آلفا. این تقسیم بر سینوس این، نه خود این، این تقسیم بر سینوس این یه عددی میده که این نسبت برای همه نیروها یکسانه. F2 مساوی F2 به سینوس زاویه مقابلش یعنی بتا، مساوی F3 به سینوس گاما. کی فهمید؟ تایید بده.
این از کجا اومده؟ این یه قانون ریاضیه به نام قانون سینوس ها. از کجا اومده؟ از مثلث. آخه اینا سه تا دیگه، منم گفتم سه تا، چهار تا باشن دیگه مثلث نیست، میشه چهار ضلعی، نمیتونی از این قانون بری. جوابگیر نشه اگه چهار تا بودن مساوی اف 4 به سینوس فلان قرار بدی ها. کی فهمید؟ بله، به دلیل اینکه اگر سه تا نیرو برایندشون صفر شه اینا رو پشت سر هم بکشی یه مثلث درست میکنن. مثلث درست کنن شما میتونی قانون سینوس ها یعنی رابطه لامی رو بنویسی. پس این در واقع یه کار ریاضیه، یه کار هندسه مثلثاتیه که با فیزیک ترکیب شده، یه سمی شده به نام لامی. در دانشگاه خیلی کاربرد داره، تو کنکور قدیما نظام قدیم میومد بعضی وقتا، الان چی نمیدونم. شما بلد باش دیگه، آقا میخوای درصد بالا بزنی دیگه، نه میخوای رتبه برتر شی یا نه، میبینی حالا چقدر رتبه برتر خواهیم داشت، چقدر درصد بالا خواهیم داشت. همینا شما این دیگه کیه پس؟ حالا میبینی، ببین حالا امسال چقدر من رتبه برتر دارم، پارسال هم داشتی. خب پس چرا سطح بالا کار میکنیم؟ سطح بالا کار کن، تست زیاد بزن، حتما نتیجه میگیری. خب اگه بیشتر از سه تا بودن میشه لامی بنویسم؟ نه. چی کار میکنی؟ تجزیه. این بعیده بیاد چون تأکید کردن تجزیه حذفه. حالا اگه اومد چی؟ بیش از سه نیرو مثلا اینجوری بیا پنج تا نیرو مثلا همه رو میبری تجزیه میکنی روی محور X و Y. این دوتا تجزیه نمیخواد، این سه تا باید تجزیه شه. بعد ببین تو نظام قدیم هم که میمد یک یا دو تا تجزیه میخواست، سه تا دیگه خیلی تو ماچه. حالا من دیگه دارم کلیشو میگم، اینو تجزیه میکنی، اینو تجزیه میکنی، اینو تجزیه میکنی. برای تجزیه باید زاویه داشته باشی، مثلا تجزیه این اگه این اسمشو بذارم F2، یه مؤلفه اینجاست میشه F کوسینوس یا سینوس. بنویس ببینم بلدی؟ انشالله محمد امین. این کوسینوسه، ضلع مجاور کوسینوسیه، این میشه F2 کوسینوس آلفا. این یکی چی؟ این اصلش اینجا بوده، ضلع مقابل بوده، اونجا میکشن F2 سینوس آلفا، این حذف میشه جاشو میده به این دوتا. همین کار رو باید برای بقیه هم انجام بدی. F1 نمیخواد، F3 میخواد، F4 میخواد، F5 هم نمیخواد. همه رو که تجزیه کردی یه بار برای نیروها رو روی محور X صفر میذاری، یه بارم رو محور Y. همیشه هم میشه دو مادر دو مچول. F net یه بار روی محور X میذاری صفر، یه بارم روی محور Y میذاری صفر، حل میشه. من مطمئنم از این نمیدم، یه دونه حل میکنم، از این رو حل میکنم. به نظر من این دوتا شانسش زیاده. تعادل خیلی شانسش مثل، یعنی استاتیک مثل دینامیک خیلی شانس نداره، ولی میاد. مثلا هر 3 4 سال یه بار یه دونه میاد، تو این 4 سال نظام جدیدم اومده، یادم نی یه دونه یا دوتا، الان یادم نی. فکر کنم منظورم تعادل ایناست، فکر کنم دوتا. حله این تعادل تمام. بریم سوال حل کنی. میخوای یه اسکرین از این بگیری داشته باشی؟ این اصلا ببین رشته ریاضی ها، اینو بعدا نگرش دار، رفتی دانشگاه درس استاتیک میبینی با همینایی که من بهت گفتم حل میشه. فقط یه چیزی، اینو بهش بعضیا میگن آرم بنز، اون حالت خاصه. ببین اگر این سه تا با هم برابر باشن، این زاویه هم 120 باشه، اون وقت برایند صفره، ولی دلیلی نداره که حالت خاص باشه همیشه. فهمیدین؟ پس اگه سه تا نیرو برابر باشن، زاویه هم 120 باشه، دو به دو، اون وقت چیه؟ اون وقت میشه آرم بنز بهش میگن، ولی اون حالت خاصه. خب بریم رو جزء اول. این تعادل، البته من تو این قسمت فقط لامی رو توضیح دادم، برها جزوه رو دیگه یه خورده اونجوری که سر کلاس میگم ننوشتم، یه ذره فهم اصلا ببین اینو نوشتم، ولی الان براتون قشنگ تقسیم بندیش کردم. تکانه رو همین امروز خواهم گفت. اینجا تو جمع و جور نگاه کن، دو یا چند نیروی همراستا، سه نیروی ناهمراستا، دیگه اون آسونه رو ننوشتم، الان برای شما گفتم بیش از سه تا تجزیه، یعنی اینکه بهتون گفتم خیلی کامل تر از اینیه که تو جزوه نوشتم. این دینامیک هم که خونده بودیم فقط تکانه مونده. در ضمن اینجا اگه نگاه کنی پایینش نوشتم دینامیک چیز آسانسور و اینجور چیزا، اینا مثال انا که دیدی در قالب مثال براتون توضیح دادم. حله؟ خب
من الان وقت میدم چند تا سوال حل کنید. اینا 17 اینه که میگم، 18 این 18 سوال کنکور تمرین کتابتون بود و 41 خیلی سخته، این تلیفی خودمه. اون دوتای دیگه یکیش سوال کنکور بوده یکیش تمرین کتاب، البته جفتش سوال کنکور بوده، این تلیفی خودم، این خیلی سخته دیگه. این فرقش با سوال قبلیه اینه که اون دیوار، ببین تو کتاب یه دونش دیوار داده یه دونه سطح افقی، این من اینو مایل کردم. این جسمه بعضی وقتا به جای اینکه دراز باشه گرده، این مهم نیست ها، اینجوری گرد میدن، مهم نیست. اون بودو میخوای یکی دیگه هم بدم 5 تا بشه، این شماره ها رو فهمیدی؟ یه دونه دیگه هم بدم میگم 5 تا، ببخشید خسته شدم، 4 تا. همون شکل است. ببین ممکنه اینجوری باشه، اینو کتابتون گفته، بعد این نردبون گذاشته اینجا، آقا چرا گرد نمیذاره؟ این آخه قل میخوره، برای همین روی این نمیدن. ممکنه اونی که من دادم بشه، چرا گرد نمیذارم؟ اینم قل میخوره میره. ممکنم اینی که الان دارم خودم میدم باشه، این میتونه گرد باشه میتونه دراز باشه، مهم نیست. کلن به اینا میگن ناوه، بهش میگن ناوه. اگه جایی شنیدید یه فضای وی شکله که یه جسم دراز یا گرد به حال تعادل قرار داره، ممکنه دیوارها استکاک داشته باشن ممکنه نداشته باشن. تایید بده ناوه رو فهمیدی؟ گرد و درازش مهم نیست، زاویهاش. خب این معلومه ساده است، این از همش سختره چون استکاک داره. اینم متوسط. هر ستا رو الان حل میکنیم. یه دونه پس از خودم بدم، این زاویه رو داده 37، اینو داده 53. میگه دیواره ها بدون استکاکن، اسم این دیواره یکه، اسم این دیواره دوه، یه N1 داریم یه N2 داریم، اینم 4 کیلوگرمه. نیروهای N1 و N2 رو میخوام شما بگید. 4 تا سوال شد، دوتاش خوبن، دوتای اول، دوتای دوم خیلی سختن. چقدر وقت بدم؟ 6 دقیقه خوبه یا کمه؟ ده دقیقه. ولی حل کنید. دوتای اول حتما میتونی. خب دوتای دوم هم اگه نتونستی، اول این ناور اگه نتونستی لااقل فکر کن روش. میخوام درگیرشی که وقتی که من توضیح میدم بفهمی که گیرت کجا بوده. بودو ببینم، ده دقیقه وقت داری. خب تموم شد، یک دقیقه مونده، یک دقیقه دیگه صبر کنم. خب یه دقیقه هم گذشت. خب ببینم اول یه چیزی به من جواب بدین، کدوماتون توی مثلا این دو سه جلسه اخیر اضافه شدید؟ نه ناراحت نیستم، اوکی هم. نشسته بودم خسته شدم یه ذره نشستم. خب اون بچه هایی که الان نوشتید مثل مریم، مثل یسنا، مثل مبین، خب الان دینامیکو تونستیم برسونیم خودتونو یا نه؟ مثل سپیده، بله خیلی عالی، بهترین کارو کردید، آفرین. حرکتو با کامبک برسونید، فشارم همینطور. این دوتاری که رسیدید کار انرژی بعدن، حالا بعد از اینا
اون خیلی زیاد هم نیست، کم هم از خیلی هم تاثیرگذار نیست، کار انرژی و چگالی و اینجور چیزا. فعلا این مهم ما رو برسونید بعدن. خب بعد حرکت و فشار تستاشو تا آخر آذر تو کامبک توضیح دادم، یعنی یه دفعه همه اینا رو با هم نزنیم میبری. بفرمایید بریم آقا. گزینه بدید سال 17. خب این یه سال ساده است. چند تا نخ داریم اینجا؟ سه تا. یک، دو تا، سه تا. هر نخ یه کششی داره که با نخهای دیگه فرق داره. کشش این نخ مثلا تی یک، مال این تی دو. فقط میدونی مال این نخو باید دو سر نخ بکشی به طرف هم. مال اینو چرا نمیکشی بیا؟ اینم یه دونه باید این سر بکشی که داره به دیوار وارد میشه، منتها دیوار برای ما مهم نیست. اگه نیروشناسی منو کامل دیده باشین بلدین، تایید بدید. نیروشناسی اون دو جلسه اول دینامیک بود که نیروها رو مفصل تحلیل کردم. این نخ مهم نیست خیلی، بنداز بره، این وزنه مهمه، وزنه رو بذار جاش. اون وقت یعنی وزنه آی که داره اینجا، یعنی این نخ کارش انتقال وزن این به این نقطه است. همینطور که میبینید الان اینجایی که دارم دورش خط میکشم سه تا نیرو داریم که همراستا نیستن و باید چون تعادل داریم برایند اینا صفر باشه. اینو فهمیدید؟ اگر خب میدونی این سه نیرو یا باید لامی برم یا اگه ساده باشه برایند دو تا از اینا رو بگیرم اون یکی. خودش میگه تی یک چنده؟ فکر کنم داده بود 500. بله. خب اگه این 500 پس برایند این دوتا هم 500. میخوام اینام نمونه ساده یه، اگه بشه چشمی بگم، اگه نشه لامی بنویسم. قبول داری؟ چه جوابمو نمیدین؟ کلا 10 نفر دارن جواب میدن. آه شد. برایند این دوتا باید با این برابر رو همسو بشه. اگه این 500 پس این دوتا یکیش 300 یکیش 400. خب چون فیثاغورسی دیگه اعداد. این الان کدومه؟ چون عمودن اینجوری ها، عمود نباشن نمیشه، عمود باشن مثلث قائم الزاویه است. این 500 پس این دوتا هم برایندش 500، یعنی این دوتا برایندشون اینجوری 500، یعنی یکی 300 یکی 400 دیگه عدد فیثاغورسی. خیلی خب، حالا این میگه که وزن جسم آ میخواد اصلا اینو. خب تی دو چی؟ تی دو رو نداریم، باید بری به دست بیاری. ولی میگه این وزنه ب در آستانه حرکت قرار گرفته. آستانه حرکت یعنی استکاکش استکاک بیشینه میو اس انه. میو اس رو داده نیم، انش چون سطح افقی با ام جی برابره. ام جی ب چنده؟ یه جایی داده بود 600 نیوتن. اینو ضرب کنی میشه 300. پس اگه این 300، تی دو هم 300. اگه ملاحظه کنید در این سوال که ساده هم بوده هم نیروهای همراستا داریم هم نا همراستا. من این سوال رو به این دلیل انتخاب کردم، هم همراستاست هم نا همراستا. تو همراستا این دوتا برابر و نا همسو هم دوتا. این ستا هم نمونه ساده ایه چون عددش فیثاغورسی بود، اینا هم عمودن، اینا هم جوری هم میشه گفت. این 300 پس اینم 300. اگه این 300 پس اینم 300، برایند این دوتا باید بشه 500. این 300 پس این 400. اگه این 400 وزن خواسته یا جسم وزن، وزن خواسته یا جرم وزن، 400. این با چشم حل میکنی دیگه، تایید بدید با این مشکلی نداری. این نمونه سه نیروی ناهمراستای ساده. یه بار دیگه اون سمی که براتون نوشتم و ببینین کدومش بود؟ این بود. اینم داشت، البته منتها دو تا بیشتر نبودن. یه دونه از این سخته حل کنم که لامی بریم، یه دونه از این تجزیه دیگه. همه حالت ها رو دیدی؟ اون وقت برو واسه تیم ملی، یعنی هر سوالی بدن حتما من بهت گفتم. حالا ندن تو کنکور چی؟ خب ندن تو دانشگاه حتما میبینی منو دعا میکنی، خیلی هم وقتمون رو نگرفت. این سوال گزینه بدید ببینم چیکار کردین. خب چی میگه؟ میگه یه نردبومه، نردبان یا نردبام یا نردبون، هر چی میخوایم بگین، جرم 40 کیلوگرم مطابق شکل روی دیوار قائمه با استکاک ناچیز و این سطح افقی. نیروها رو میکشم، سطح اینو میگیرم سطح یک، دیوار رو میگیرم سطح دو. سطح به جسم همیشه دو تا نیرو وارد میکنه، یه دونه عمودی که ان باشه، یه دونه افقی که استکاک باشه. البته منظور از افقی موازی سطح، یه دونه عمود بر سطح، یه دونه به موازات سطح. این عمودیشه، اینو میگیرم اسمش رو ان یک. استکاکش که به موازات سطح در خلاف جهت حرکت احتمالیه. این نردبون اگه قرار باشه حرکت کنه میره بالا به نظرتون یا میره پایین؟
میره بالا، میره بالا. دو تا جواب بالا دیدم. ببین مامانت هم صدا کنی الان ازش بپرسی اینو میدونه، یعنی اصلا به کلاس فیزیک ربطی نداره. این نردبونو من بذارم اینجا، فردا بیام میبینم رفته بالا چسبیده به سقف. خدای جان آخه فیزیکه. ها ها اس نیارم ها، کیا نوشتین حواستون نبوده. این خدا وکیلی به شعور ربط داره. خب شعورم که داری شما، حواست نبوده. آقا این میفته پایین، میفته پایین، این حرکتش به طرف راست، پس استکاکش به طرف چپ تایید بدید. میدونم حواست نبود، بله، برای همین اسمتو نگفتم. دو نفرم بودین، الان اسمتونم یادنه، ولی چون حواستون نبود نبود. اگه اشتباه میگفتید که میگفتم رسوا شید. حالا این دیوار، این اندو مثل چپ و راست، مثلا چپ و راست یه موقع آدم حواسش نیست چپ و میگه راست. خب معنیش اینه که چپ و راست رو نمیدونی. این بچه 3 ساله 4 ساله هم میدونه دیگه، حواست نبوده، اب نداره. این دیوار یه نیروی عمودی وارد کرده، اندو. نیروی موازی سطحش چون نردبون میخواد بره بالا، رو به بالا خواهد بود استکاکش. هرچند که در این سوال گفته استکاک ناچیزه، یعنی صفر بگیر، ولی من نیروشو کشیدم که یه موقع داشتیم بدونی چی میشه. تایید بدید. اینجا استکاک نداریم، اگه داشتیم اینجوری باید میکشیدی. دیگه چی داریم؟ وزن. اینم وزنش MG. چرا اینجا میکشی؟ مرکز ثقل، گرانیگاه، یادته؟ شاید نیم ساعت در مورد مرکز ثقل فقط صحبت کردم. بله. خب بردار ابتدا مهمه براش یا نه؟ مهمه یا نه؟ نه مهم نیست که، ابتدا مهم نیست. پس چیکار کنیم؟ بیاین اینجا یه نقطه بگیریم، همسنگ همه اینا رو اینجا بکشین. همسنگ یعنی موازی مساوی ابجد. آخه این بردار میتونی بعد بذاری اینجا، اشکالی پیش نمیاد که. N1 رو میکشم اینجا، F1 رو میکشم اینجا. خب چرا آقا یه نقطه میکشی؟ خیلی شلوغ پلوغ، تعداد نیروها زیاده، همه ببین شلوغ پلوغ، هر کی یه طرفه. بیارش اینجا کنارم راحت تر باشی. این F1، این دو تا آبیا رو کشیدم، حالا قرمزا. این N2، اینم F2. هرچند صفره من میکشم که اگه یه روزی بود بدونی چی میشه. دیگه چی؟ MG. خب تعداد نیروها بیش از 3 تاست، پس اینو باید تجزیه کنم، ولی تجزیه شده است خودش، تمرین کتابته. تجزیه کرده که مجبور نباشی، یعنی شکل رو یه جوری داده که تجزیه نخواد، بهتر اینجوری بگم تجزیه نمیخواد. برایند نیروها روی این محور صفره، روی این محورم صفره. این دوتا باید صفر شن، یعنی همون همراستان. این دوتا همراستان، اینا هم همراستان. جمع این دوتا میشه این؟ این دوتا هم خداشون با هم برابرن. فقط این چون صفره دیگه N1 با MG برابر میشه. ببینیم چی داریم بذارم. وزن داده 40 کیلوگرم میشه 400 نیوتن. پس اینم 400 چون F2 صفره. دیگه چی داریم؟ نیرویی که دیوار قائم به نردبان وارد میکنه. چون این صفره، پس این اینو داده. اینم داده 300. اینم که با این برابره، پس اینم 300. تموم شد دیگه، همه‌شو به دست آوردم. حالا فقط درست بخون چی خواسته. نیرویی که کی وارد میکنه؟ سطح افقی. سطح افقی یعنی سطح یک. بکی به نردبان. خود سطح افقی چند تا نیرو داره؟ دو تا نیرو داره. عمودیشو خواسته یا افقیشو خواسته به نظرتون؟ برایند باری کلا. اینو دیگه اگه اشتباه بخونی دیگه میری تو باقالیا دیگه، تقصیر منم نیست. برایند خواسته، آر رو خواسته. این کلمه افقیش گولت نزنه. سطح افقی نگفته نیروی افقی. چون دوتا سطح داریم میگه سطح افقی نیرو. ببین این نیرو اینجا، اگه میگفت نیروی افقی که سطح افقی وارد میکنه یعنی استکاک، اگه میگفت نیروی قائمی که سطح افقی وارد میکنه یعنی N1. هیچی نمیگه یعنی برایندشون. باری کلا هیچی نگفته. برایندشون یعنی آر رو میخواد. آر کی؟ سطح یک. برایند اف و انه با اندیس ان، اندیس یک. خب اف یک چنده؟ 300. عدد فیثاغورسی. این چنده؟ 400. 300 و 400 میشه 500. گزینه دو درسته. این سال سخت بود؟ نه خیلی ساده است، چون تجزیه که نمیخواست. آقا رو این شکل هم میشد بگیم آره، ولی میترسم گیچی. این دوتا با هم برابرن، این دوتا با هم برابرن، اونن که صفره. بهتره بکشی. تایید بدید. اعدادش هم که تابلو بود، فیثاغورسی بود.
الان یه دونه فاطمه سلیمانی چرا صفر دادی دستت خورده حتما تو چه شاگرد خوبی هستی کجاشو نفهمیدی آره فهمیدم دستت خورده محمد امین چرا کجا رو مشکل داری خودش گفته دیوار قائمی با استکاک ناچیز دیوار نداره سطح افقی هم آقا شاید نداشته باشه بچه ها ببینید اگه سطح افقی نداشته باشه که نمیشه این نردبونو بذاری میافته که دیگه استاتیک معنی نداره تعادل معنی نداره قبوله؟ محمد امین نه نیروها رو جدا بیایید بکشید اینجا شلوغ ولوه شلخته پلخته است نیروها روی یه نقطه بکشی دیاگرام آزاد اینه این خیلی ترتمیز میشه سوال بعدی الان من میبینم که یه نفر میگه اینو من نفهمیدم اینو نفهمیدی که دیگه الان این بعدی ها رو اصلا نمیفهمی راحتت کنم این ببین خودم وقتی اینو ترک کردم اینقدر حال کردم که حد نداره اینو میگم اصلا به جواب رسیدید یا نه بریم ببینیم چی میشه فکر کنم این کلیدش اشتباه باشه فکر کنم چی زده تو کلید دو زده بریم نه حالا شادم دوه بریم یادم نیست اصلا جوابش بریم خب این همون شکل کتابه فقط من مایلش کردم البته یه کاری دیگه هم کردم اون گفته و دیوار استکاک نداره من گفتم جفتش استکاک داره تفاوت ها رو فهمیدی؟ همین دوتا تفاوتی که ایجاد کردم کلی سخت شده ببینی خیلی هم سخته قول مرحله آخره اینجوری هم نمیاد به نظر من ولی تو اینو بلد باشی هرچی بدن دیگه از این آسون تره نردبانی به وزن 50 دیگه نیروها رو میخوای اینجا بکشیم یا نه بیا میکشیم یه بار اینجا میکشم چون سخته بعد میارم توی نقطه سطح افقی دو تا نیرو داره یه ان عمود داره یه استکاک اینوری چون حرکت احتمالی به طرف راسته سطح مایلمون یه ان داره اینجوری یه استکاک هم داره اینطوری خلاف جهت حرکت احتمالی چیز دیگه هم نداریم این کل نیروهامونه تایید بدید اگه نیروها رو مشکل ندارید حالا فقط این نیروها رو باید بیاری تو یه نقطه بکشی تو یه نقطه اینا رو چیکار کنی رس کنی چون شلخته پلخته است یه خود اینجوری اول ام جی جان بیا دیگه این ام جی رو کشتم این دوتا آبی ها رو بکشم آسونه ان یک دارم اف یک دارم برم قرمزا قرمزا چرا اینجوریه یکیشون اینجوریه یکیشون اینجوریه فقط تنها چیزی که میدونیم اینه که این قرمزا بر هم عمودن الان این شکلم قبول داری؟ محمد امین قرمزه چطور شو؟ N عموده F موازی سطح جلسات قبلی رو مفصل صحبت کردیم فهمیدی آیناز؟ خب حالا این چند تا نیروه؟ خیلی بیشتر از ستاست پس این هیچ راهی به جز تجزیه نداره تایید بده اگه راهو فهمیدی باید چی کار بکنی؟ آه یعنی بلدی الان راهش چیه؟ فقط باید بریم ببینیم چیکار بکنیم تجزیه کنم رو کجا محور x محور y کدوم ها تجزیه میخوان این دوتا قرمزا خب اگه تجزیه میخوان زاویه لازمه بله خب لابد این زاویه 37 رو باید استفاده کنیم بله آقا اون راستی سال قبلیه که حرکتی اون سی درجه دیوار اصلا مهم نبود آره اون الکی بود این یادم رفت بگم ببین اون الکی بود این 30 درجه الکی بود اصلا کاربردی نداره ولی اینجا این 30 درجه 37 درجه که رو شکل مهمه چون برای تجزیه زاویه لازمه فلفله خب زاویه را کجا بیارم ببین منو نگاه کن یه کوچولو هندسه این F2 مگه نیست F2 با افق چه زاویه ای ساخته 37 این F2 با افق چه زاویه ای ساخته 37 یعنی اگه نمیتونی تشخیص بدی
خیلی هندست تعطیله. تایید بده ببینم این 37 بوده. این چنده پس؟ 53. چرا؟ چون اینا برام عمودن. این 90 جمع این دوتا هم باید 90 باشه دیگه. تایید؟ کدوما رو داریم حالا؟ عدداشو بذارم. استکاکا رو داریم. میگه اگه نیروی استکاک سطح افقی و مایل به ترتیب سطح افقی اینه. اینو داده 8. مایل اینم داده 20 نیوتن. وزنم داده 50. اینا رو داده. بعد میگه نیروی وارد بر سطح افقی از طرف نردبان، نیرویی که نردبان به سطح افقی وارد میکنه با نیرویی که سطح افقی به نردبان وارد میکنه برابره. یعنی برایند قانون سوم نیوتن برایند این دوتا رو میخواد، یعنی آر یک مجهوله. قبول؟ تایید بده. بله میدونم سخته ولی میبینی چقدر تمیز داری میفهمی؟ خدایش میفهمین یا نه؟ آفرین. خیلی خوب، حالا من فقط باید این دوتا رو تجزیه کنم. رو چی؟ رو محور ایکس و ایگره. آخه آقا این مجهوله، خب مجهول باشه. تجزیه میکنم. اینو تجزیه کنم یه مؤلفه یه. چون این شکل شلوغ میشه دوباره میکشم. دوباره میکشم. که این خراب نشه. ام جی سر جاشه. چند 50. این آبی اف یک اینجاست. 8. این ان یک اینجاست. ندارم. اول اندو رو تجزیه کنم. این دو رو که تجزیه کنی ببین میفهمی از نوک یه عمود میکشی این میشه مؤلفه مجاور زاویه یعنی کوسینوسی. فقط به جای اینجا من کجا میخوام میکشمش؟ چون این شکل خیلی شلوغ میشه الان میام اینجا میکشمش. ببین اینجا قرمزم بکشم چون قرمز بوده. این میشه اندو کوسینوس 53. کی فهمید؟ تجزیه شدی. یه دونه مؤلفه اینجا داره. این چی میشه؟ اندو سینوس 53. قبوله؟ ایناشم بیا عدداشو بذاریم. کوسینوس 53 تو عدد فیثاغورسی توضیح دادم میشه 6 دهم. سینوس 53 میشه 8 دهم. پس این میشه 6 دهم اندو، این میشه 8 دهم اندو. این تجزیه شد. فقط این اف 2 مونده. یه مؤلفه اینجا داره. خب که مجاور زاویه است. مؤلفه مجاور همیشه چیه؟ کوسینوسیه. پس این مؤلفه میشه چی؟ یه 20 بوده F2 که ضرب در کوسینوس 37 میشه. میشه 20 ضرب در کوسینوس 37 یعنی 8 دهم. کی فهمید؟ دیگه یه دفعه نوشتم. یه ذره احساس کردم راه افتادین. عالی. مؤلفه سینوسیش اینجاست. میشه 20 ضرب در سینوس 37 یعنی 6 دهم. این دوتا مشکی ها رو به جای این مشکیه، به جای این گذاشتم، به جای این مشکیه. اینا مشکی کردم که بعدا میخوای بخونی بدونی. به جای این گذاشتم. خب شدی. حالا دیگه همه نیروها اینطوری هن. اکثر سوال های دانشگاه اینجوری هن. خب حالا بعد چون خیلی بعضی وقتا طراحی کنکور اساتید دانشگاه ممکنه یه دفعه این سبقه داشته که بهت میگم، یه دفعه حالا خیلی زیاد نبوده این اتفاق ولی گاهی اتفاق میفته. یه دفعه میگم چی سوالی دادن بعد همه کاسه چه کنم، آی این چرا اینجوری. خب بابا یاد میگرفتی دیگه، یه سال وقت داشتی حتما باید بری فقط تمرین کتاب حل کنی، یاد میگیری دیگه. برایند نیروهای اینجا صفر دیگه، همه همراستان. جمع نیروهای اینوری رو مساوی جمع نیروهای اینوری میذاری، جمع نیروهای رو به بالا مساوی جمع نیروهای رو به پایین. اینجا چند تان؟ دو تا. فقط اینا عدداشو بذارم. این چنده؟ میشه 16. این چنده؟ این میشه 12. این 16 و 8 میشه چی؟ 24. این 24 با 6 دهم اندو برابره. روی محور X برایند نیروها رو صفر بذارم. در واقع دیگه این تست نیست خدا وکیلی، این سواله، مسئله است. میشه 16 به اضافه 8 مساوی چی؟ 6 دهم اندو. تایید بده دوباره. البته که اگه اعداد فیثاغورسی بدونی این 12 این 16 اون 20 بوده، یعنی شما نیاز به این کارم نداشتی. 12 5 کاه. دارم راه دیگه میگم. اگه رو اعداد فیثاغورسی مسلط باشی 20 میشه 3 کا 4 کا 5 کا 5 کاه، چون بدتره. کا میشه 4، 3 کا میشه 12، 4 کا میشه 16. حالا تا مسلط چی فعلا اینا رو مینویسی تا بعد.
از اینجا اندو به دست میاد، الان میریم به دست میاریم، یه بارم روی محور ایگرگ ها صفر میذارم، جمع نیروهای رو به بالا، یه 12 دارم، یه ان 1 دارم، یه 8 دهم ان 2، 12 به اضافه ان 1 به اضافه 8 دهم ان 2، پایین چی یه دونه فقط 50 داریم، یه دستگاه دو ماده دو مچول ان 1 و ان 2 به دست میاد. بالایی این 24 ان 2 رو به دست میارم، در نتیجه ان 2 چی میشه؟ اینجا چک نویس کنم، 24 تقسیم بر 6 دهم، 10ش میره بالا، این با این میشه 4 میشه 40 دیگه، این جمع تفریقه. حالا تو این پایینی میذاری چی رو میذاری؟ اندو رو دیگه 40 میذاری، این 40 شد، 4 8 32، 32 با 12 میشه 44، میره اونور کم میشه میشه 6، اشاره که اشتباه محاسباتی نکرده باشم. هله هله بله. خب حالا اینا رو من به دست آوردم، چی میخواست؟ R1 میشه رادیکال F2 به اضافه N2 با اندیس 1. Fشو که اصلا از اول خودش داده بود، چند بود؟ استکاک 8 بود. این N رو من رفتم به دست آوردم، کوشی N1 6 فیثاغورسی داده 6 8 10، گزینه 2 درسته. تایید. بسیار سوال سنگین، کامل، جامع، مشتی بود، همه چی داشت. یعنی شما اینو حل بکنی دیگه به نظر من بعیده چیزی از دست در بره. خب بریم سوال آخر از تعادل، بعدش میریم اون وقت تکانه میخونیم، بعدم دیگه میرید دینامیک تمام، یعنی تکانه رو بگم تماما. خب گزینه بدید. گزینه که نداره، ببخشید، عدد بدید. این یک اندور چند در آوردیم؟ گفتم اسم اینا چیه؟ ناوه. خب دیواره ها استکاک نداره، اینشون هم خودش کشیده، این این یک، این چی؟ این دو، یه دونم چی داریم؟ ام جی، اینم ام جی که تو مرکز سقل کشیدم. خب بیا من دیگه ام جی رو نکشم شلوغ شه ها، نظرته؟ بیا این امجوری اینجا نکشم چون میخوام بیارم بیرون دیگه، بیا بیرون، یه نقطه انتخاب کن، همسنگ اینا رو اینجا بکش. ان یک میکشم، ان دو میکشم و امجی، این نیرو همونه. چند تان؟ 3 تا. خب پس میشه بگم برایان این دوتا میشه این؟ آره اگه سوال آسون باشه میتونی، ولی این یک و این دو هر دو مجهولن، چجوری میخوای بگی؟ خب اینو داریم آخه، چه؟ خب نمیتونی بگی الان، چجوری بگی؟ این یک و این دو خب زاویه شون چیه؟ این 90ه، اینم 90ه، اینم 90ه، اینا رو امتداد بدی اینم 90ه، پس زاویه بین اینا 90ه. خب برام عمودن، زوایام که 3753، یعنی اعداد فیثاغورسی ان. آره خب ولی کم کم داری نزدیک میشی ها. راه اول میشه بگم براینده این دوتا این؟ نه اطلاعاتش اونقدر زیاد نیست، یعنی سوال خیلی ساده نیست، سوال سختیه. راه دوم تجزیه کنیم آقا. چرا؟ ولی تجزیه طولانی بود، دیدی آخرش هم میشه دو معادله دو مجهول. خب تجزیه برای وقتی که دیگه هیچ راه دیگه ای نداشته باشی، پس چی کار کنیم؟ لامی برو، فهمیدی؟ لامی یعنی قانون سینوسا، لامی ها، لاما نیست، لاما شطوره. خب چیکار کنم؟ آقا این محور ایکس و ایگرگ رو همیشه بکشید کمکتون میکنه، شما زاویه لازم داری، زاویه لازم داری، این که 90ه. خب اینا رو میدونم، اون زاویه ها رو از کجا بیارم؟ ببینم هندسه چجوره. این N1 رو امتداد دادم، یه مثلث کوچولو اینجا میبینی، دیدیش؟ کوچولو ایناش، دیدیش؟ این مثلث، این زاویه‌اش که 90ه، نه دیگه 90ه، این زاویه‌اش هم که 37ه، پس این زاویه چنده؟ 53، یعنی زاویه N1 با افق، N1 با افق 53 درجه است. کی فهمید؟ خستگیمو در بیار، باری کلا سخت بودا، سخت بودا.
اندو رو امتداد بده. بیا امتداد دوست. این 53، این 90، این 37. پس اینم 37. الان اگه سوتی داده باشی گندش در میاد. بعد این دوتا عمود باشن که هست. تجزیه کنم؟ نه دیگه، تجزیه رو ولش کن، لا میبریم. اینجا چنده؟ اینم که 90. اف نت صفره چون تعادل داره. اینجا می‌نویسم. در نتیجه رابطه لامی. چرا لامی؟ چون سوال سخت بود، سه تا هم بودن، بیشتر از سه تا نمیشه لامی رفت. میشه هر نیرو تقسیم بر سینوس زاویه مقابلش. زاویه مقابل این یک یعنی زاویه بین اون دو نفر دیگه. 90 به اضافه 37. خوبه؟ تایید بده؟ مساویه. اندو زاویه مقابل اندو چیه؟ 90 به اضافه 53. سینوس 90 به اضافه 53. البته از نظر ریاضی من نمیتونم اینو رادیان بذارم، اینو درجه ها. حالا دیگه خودمونی هستیم، اشکالی نداره. باید یا جفتش درجه بذاری یا جفت رادیان. آخری چی؟ مساویه MG یعنی 40 تقسیم بر زاویه مقابلش 90. سینوس 90. اگه با لامی مشکل ندارین یه تایید بدید بریم، فقط محاسبش مونده. سینوس 90 که 1. اینا رو تو ریاضی بلدید دیگه، بلدین؟ سینوس پی دوم به اضافه آلفا میشه کوسینوس آلفا. بلدین یا نه؟ فرمول حفظ کردین؟ یا تکنیکی میگین؟ تکنیک میگین؟ اثبات کردن. خودم یه روش توی نوسان بهتون یاد میدم، کرکاتون بریزه. یادت باشه دو سه هفته دیگه بهش میرسیم. دو سه هفته دیگه بهت میگم این داستانش چیه، بعد اصلا میفهمی که تکنیک که چرت و پرت بوده، اونا هم که حفظ کردید که تعطیل بوده، اون اثبات هم بیراهه بوده. سینوس پی دوم به اضافه آلفا میشه کوسینوس 53. کوسینوس آلفا. فعلا با هم اونایی که بلدی بگو تا بعد. کوسینوس 37 میذارم 8. کوسینوس 53 6. جواب شد n 1 به 8 مساوی n 2 به 6 مساوی 40. بازنویسی کنم یا نمیخواد؟ بازنویسی کنم؟ نبودی برای این که هنانه، این اعداد فیثاغورسیه. تو کجا درس دادم؟ این زوایا رو بچه ها فشار درس دادم یا ساکن؟ کار و انرژی. تو کار و انرژی ببینی میفهمی، اونجا توضیح دادم. خب میشه n1، بذار بازنویسی میکنم، به 8 مساویه n2 به 6 مساویه 40. یه بار این دوتا رو بگی طرف وسطن کن، n2 میشه 24. یه بار این دوتا رو بگی طرف وسطن کن، n1 میشه 32. باورتون میشه این سال کنکور بوده؟ بله بوده. خب آقا برای چی میدن؟ خب تو که میدن دیگه، با همین عددو، عدداش هم همین بود، عددش هم عوض نکردم. سرسری ریاضی 84 تو کتاب بوده مگه اون موقع نظام قدیم؟ نه، برای همین میگم بلد باشید دیگه. یه بار از اول سری میگم، نیروها رو کشیدم، زاویه ها رو تعیین کردم. n1 به سینوس زاویه مقابلش n میشه 90 به اضافه 37 مساوی n2 به سینوس زاویه مقابلش یعنی 90 به اضافه 53 مساوی mg به سینوس زاویه مقابلش یعنی 90. سر ای دری قبوله تا اینجا؟ خب سینوس پی دوم به اضافه آلفا مال ریاضیه، میشه کوسینوس آلفا. سینوس پی دوم به اضافه آلفا میشه کوسینوس آلفا. کوسینوس 37 8 باید حفظ باشین. البته یه جوری بهتون یاد دادم توی کار انرژی اعداد و فیثاغورسی که حفظ نکنین. این 8 اینم 6. حالا یه بار بگم یادتون بیاد، حنان نگاه کن ببین، یه مثلث قائم الزاویه است، زوایاش 37 و 53. خیلی داستانش مفصله، این چیزی که تو این سوال لازم دارم. اعدادش هم 3 4 5. کوسینوس 37 میخوای میشه مجاور یعنی 4 به وتر یعنی 5. 4 5 میشه 8. کوسینوس 53 میخوای یعنی این زاویه مجاور به وتر میشه 3 5 یعنی 6. سینوس میخوای مقابل به مجاور. تایید؟ این یه روش. آقا میخوای یه روش دیگه بگی؟ آره، چون یه ذره سنگین بود. نه
آقا چرا نمیری تجزیه کنی؟ تجزیه رو گفتم، میخواستم لامی رو یاد بگیری. خب میتونی اینا رو تجزیه کنی، تو سوال قبلی گفتم تجزیه کنی و بگی. روش دوم، همیشه نمیشه، گاهی میشه. کی میشه؟ وقتی که این سه تا نیرویی که داریم دوتاش بر هم عمود باشن میشه. وقتی که این سه نیرو دوتاش بر هم عمود باشن که اینجا هستن. ببین، به جای اینکه نیروها رو از یه نقطه بکشم، خیلی من خودم این روش رو دوست دارم، ریاضی بیشتر. به جای اینکه اینا رو اینجوری کنم، خب پشت سر هم میکشم. یعنی چی؟ N1 همسنگش از انتهاش همسنگ N2، از انتهاش همسنگ MG. با نیروها مشکلی داریم؟ با این شکل مشکلی داری؟ خب N1 و N2 بر هم عمودن. بچه ها این زاویه رو میگن مشکل داشتیم، هرچند مال اون روشه، تو این روش نمیخوام. اینو امتداد دادم، این زاویه یه مثلث زرده رو میبینی؟ این زاویه خودش گفته 37، اینم که 90، پس این باید 53 باشه دیگه. این زاویه چی از 53؟ امتداد N1 با افق، N1 با افق. اون برش هم همینطور. خب مال اون بود. حالا زاویه ها رو نمیخوای بری تعیین کنیم؟ نه دیگه. میدونی اینا رو چی میگن تو ریاضی؟ اگر یه نقطه رسته بهش میگن روش متوازی الاضلاع. اگر پشت سر هم بکشن بهش میگن روش مثلثی. پس ببین، اینه که من میگم روش اول دوم مندرآوردی من نیست، فقط مرتب کردم از ریاضی آوردم. روش متوازی الاضلاع این روش مثلثیه. اگه مثلث خاص بشه، ذهنی هم میتونی بگی خاصه. چرا خاصه؟ قائم الزاویه مثلث خاصه، متساوی و ساقین خاصه. غیر مشخص بود نمیتونی بگی، دیگه باید روش اول بری، یعنی لامی. آقا روی نمیشه لامی بریم؟ چرا دیگه، قانون سینوس ما رو مثلثه، هم رو میشه هم روی میشه. فقط یه چیزی بتر کیه؟ بتر کیه بچه ها؟ بتر ام جیه. چرا؟ آیا میشه دیگه بدون این که بکشم بگی بتر کیه؟ بله. چرا؟ مگه N1 و N2 بر هم عمود نیستن؟ خب وقتی N1 و N2 بر هم عمودن، ضلع سوم به ناچار MGه. این ضلع سوم که وقتی اینو بر هم عمودن، اینا که بتر نیستن، اون یکی دیگه سومیه میشه بتر. اینو میفهمی؟ بنابراین دیگه این شکل رو نکشی هم اشکالی نداره، با چش نگاه کنی بتر MGه، چون این دوتا بر هم عمودن نمیتونن بتر باشن. زوایا چی هن؟ زوایا 35 و 3. 35 و 3 مثلث اینجا بود پاک کردم، یعنی اعداد فیثاغورسیه و این دوتا زاویه، یکی 37 یکیش 53. حالا کدوم 37 کدوم 53 میشه تعیین کرد؟ نمیخوام تعیین کنم، ولی تا اینجا هم قبول داری؟ پس با توجه به اعداد فیثاغورسی، این ستا یکیش سکا یکیش چارکا یکیش پنجکا. این کیه؟ پنجکا. پس این دوتا یکیش سکا یکیش چارکا. اگه اینو من بگیرم پنجکا، کا میشه چند؟ 8. سکا میشه چند؟ 3 8 24 تا. 4 کا میشه چند؟ 4 8 32 تا. کی فهمید تا اینجا رو؟ اگه فیثاغورسی نبود چی؟ اگه نبود 5 تا زاویه 30 45 60 37 53، این 5 تا رو باید بدونی. سینوس کوسینوسش رو منظورم حفظ باشی. یه روش دیگه میگم، به هر حال این زاویه یا 37 یا 53. اینو من خودم بیشتر دوست دارم، اما اون 5 کا رو ولش کن، چون ممکنه فیثاغورسی نباشه. این یا 37 یا 53. اگه 37 باشه، ضلع مقابلش میشه 6 دهم بتر. اگه 53 باشه میشه 8 دهم بتر. من نمیدونم کدومه، ولی یا 6 دهم بتره یا 8 دهم بتره. اینو ضرب در 6 دهم میکنی و ضرب در 8 دهم. اصلا هم حفظی نیست، تکنیک و فلان هم نیست، ریاضی دارم میگم. 6 دهم بتر میشه 24، 8 دهم بتر میشه 32. این قشنگتره. حالا اگه اینجا به جای 35 و 3 30 و 60 هم داده بود، 30 درجه ضلع مقابلش نصف بتره، 60 درجه ضلع مقابلش رادیکال 3/2 بتره، بازم میتونی بگی. فقط الان یه مشکل داریم، این دوتایی که من به دست آوردم نمیدونم کدوم یکی N1 کدوم N2، چون باید تشخیص بدم که کدوم بزرگتره کدوم کوچیکتره. راه اول، میتونی بری زاویه ها رو با هندسه بگی، هر زاویه ای که کوچیکتر باشه ضلع مقابلش هم کوچیکتره، زاویه که بزرگتر باشه ضلع مقابلش بزرگتره. این حالا یه خود رو مختونه، بعدم شبیه روش اول میشه. راه دوم،
از شعورت میتونی کمک بگیری. اگه شعورتو استفاده کنی عالیه. بیا جای این گرده برو جاش بشین، به جای اون گرده بشین، لم بده رو این دیوارها، لم بدی رو این دیوارها، بیشتر وزنت، اتکا، تکیت روی دیواره یک میفته یا دو به نظرت. کدوم به افق نزدیکتره؟ کدوم زاویه کمتری با افق میسازه؟ 37. آقا ببین یه ذره اغراق‌آمیزش کن تا بفهمی این دیوارها، خب اگه این به افق نزدیک باشه تو بیشتر اینجوری میشی دیگه. اه آقا این شعوریه، به قرآن فیزیک نیست دیگه. این آخریش شما بیشتر لم میدی روی دیوارهی که به افق نزدیکتره. اصلا بیا این ناوه رو من اینجوری کشش کنم یه دفعه این بری را میفتی میری دیگه، چون بیشتر اتکات این بر بوده. فهمیدی؟ آه پس ببین این وزنه بیشتر داره لم میده روی یک، چون روی یک بیشتر لم میده، نیرویی که به یک وارد میکنه بیشتره، پس عکس العملش هم بیشتره. یعنی با چشم باید بتونی تعیین کنی، تا دیدی بگی ان یک بزرگتره، چون ان یک بزرگتره، این ان یک بوده، این ان دو. بده یک خوشگله رو ببینم. فهمیدی؟ حالا اگه نشد اینجوری بگم، یعنی مثلا شکلش اینجوری نبود یه جوری دیگه بود، دیگه برو زاویه ها رو تعیین کن. ولی تو ناوه ها با چشم میشه فهمید کدوم بزرگتر کدوم کوچیکتر. اگر جمع اون دو زاویه 90 بود، یعنی این زاویه 90 بود، اون وقت اینا هم 90، پس ان یک و ان دو عمودن، پس مثلثه میشه قائم الزاویه. اون وقت دیگه لامی هم نمیخواد، ذهنی میتونی بگی. خب اگه نبود چی؟ لامی میری. به هر حال اول اینو گفتم، کرکوپرت باید ریخته باشه. ریخته یا نریخته؟ اگه ریخته یه دونه سوال بدم شما حل کنی. دیواره یک، دیواره دو بدون استکاک، پس فقط ان یک ان دو داریم و ام جی. این زاویه 60 درجه است، این زاویه 30 درجه است. اول بگید ان یک بیشتره یا ان دو، بودو ببینم. یعنی اشتباه بگی سرمو میکوبم تو دیوارا. آره کلا دو با چشم. آقا این نزدیکتره، بیشتر لم داده روی این، ان دو بیشتره، بیشتر اتکای وزنه روی دیواره دوه. این شعوره. اگه شعور جواب نداد دیگه میریم سراغ ریاضی، یعنی میریم لامی مینویسی. بعد اینا زوایاش 30 و 60، یعنی 90، یعنی چی؟ یعنی این که اون ان یک و ان دو بر هم عمودن. وتر کیه؟ اینم داده، اینو داده 3 کیلوگرم. وتر چیه؟ وتر یعنی ام جی، یعنی 30 نیوتن. اینم یه تایید بهم بده. خب این دوتا یکیش پس ذیل مقابل به 30 درجه میشه، یکیش ذیل مقابل به 60 درجه. اونی که مقابل 30 درجه است نصف وتره، اونی که مقابل 60 درجه است رادیکال 3 دوم وتره. به به، پس یکیش 15، یکیش 15 رادیکال 3. بده یک خوشگله رو، این بزرگتره، پس این ان دو اون ان یک. تمام. این حالت خاصه. تا حالا که هرچی تو کنکور اومده اینجوری بوده. های نبود چی؟ نبود لامی میری. بفرما. اینم اسکرین شاتی که میخواستید داشته باش به یادگار از من. حالشو ببر. خب بریم تکانه رو بگم. تکانه آسونه، گذاشتم آخر. این تعادل یه ذره سنگین بود. در واقع استاتیک دانشگاهی بهتون درس دادم. خب انقدر من این کامنت رو گرفتم از بچه‌ها، میرن دانشگاه میگن و هر اونایی که گفته بودی هم با همون ما تا یکی دو سال تو دانشگاه راحت بودیم. خب خداوکیلی حالا میبینی، یعنی میسازم. فقط کاری که میگم و بکن، تمرین انجام بده، چون من به تنهایی 30-40% بیشتر اثر ندارم، بقیه‌اش خودتی. خانم آقایون ببینین، به جرم ضرب در سرعت میگن تکانه.
یا مومنتوم یا اندازه حرکت، اسمای مختلفش. خب جرم ضرب در سرعت چی هست؟ یه ده دقیقه یه رب طول میکشه بفهمیش. به جرم ضرب در شتاب چی میگن؟ نیرو. چی هست؟ خب آقا نیرو رو میشناسیم. ببین جرم ضرب در شتاب بشه شما میشناسی، جرم ضرب در سرعت بشه نمیشناسی. چرا؟ چون اینو این سال داری میبینی، اینو تازه داری میبینی. چقدر طول میکشه بفهمی؟ گفتم یه ده دقیقه یه رب طول میکشه. یه ده دقیقه یه رب دیگه قشنگ تکانه رو با تمام سلولات حس میکنی. منتها تکانه رو اگه میخوای بفهمی یه کمیت دیگه باید بگم به نام ضربه، با رو نشون میدم که اینو تو کتاب نگفته، باگ کتابه. باگ که کتابتون ماشاءالله آبکشه، همه جاش باگه. خب یعنی اینقدر سوراخ سوراخ داره. خب تو آخه یعنی قشنگ من تردید ندارم اون کسی که نوشته فقط تعریف تکانه رو هم شاید به زور بدونه. تو اگه تکانه رو میخوای بفهمی اول باید ضربه رو بفهمی. ضربه میشه نیرو ضرب در مدت زمان تاثیر آن. به جرم ضرب در سرعت میگن تکانه یا مومنتوم، به نیرو ضرب در زمان میگن ضربه، به جرم ضرب در شتاب میگن نیرو. نیرو زمان تاثیر داره، فرقش با و صفر میدونی، و صفر زمان تاثیر نداره. خب نیرو وقتی زمان تاثیر داره، هر چی زمان تاثیرش بیشتر باشه چی میشه؟ ضربه قوی تری تولید میشه. میفهمی؟ من اینو چند بار تا حالا توضیح دادم ولی یادت باشه گفتم تو تکانه کاملش میکنم برات. یه توپو تو والیبال بهترین مثالشه. شما اگر زمان تاثیرت صفر باشه، اون وقت دیگه نیرو وارد نکردی، سرعت وارد کردی، این اشکالی نداره. ولی اگر توپو بگیری یه ذره هول بدی، یعنی زمان تاثیر به نیرو بدی، دیگه این میشه ضربه. ضربه زدن در والیبال خطاست، حمله توپ میگیرن. ولی و صفر زدن به توپ اشکالی نداره. میفهمید حرفم رو؟ تایید بدید. بسیار خوب، الان تو فرق نیرو و ضربه رو میدونی، فرقش با و صفر هم میدونی. خب این عدد یا بردار؟ عدد. عدد در بردار، بردار چون این عدد مثبته، پس بردار نیرو و شتاب همواره همسو هم. بله این عدد مثبت هم از زمان، عدد در بردار، بردار. پس این دو بردار هم چی هم؟ همسو هم. نتیجه ضربه و نیرو و نیرو و شتاب، یعنی سه بردار همه با هم همسو هم. یعنی اگه یه روزی به یه توپی در یک ورزشی با دست، پا، سر، راکت، چوب، با یه چیزی بهش ضربه وارد کنی، بردار ضربه، بردار نیرو، بردار شتاب، اینا همه همسو هم. تایید بده. صدامو دارید که؟ یکی از بچه ها میگه صدات رفت، حواس منو پرت میکنی، صدای شما احتمالا میکروفون اسپیکر شما قطع شده. خب این یکی عدد، بردار، عدد در بردار، بردار. پس بردار تکانه و بردار سرعت هم با هم همسو هن. یعنی مثلا این بردار تکانه است، این بردار سرعت. یه ذره این برتر بکشم، فکر نکنی حتما باید عمود باشه، الان یه ذره حالت عمود پیدا کرد. بیا این تکانه است، این سرعت. یادت من گفتم چند تا کمیت برداری داریم؟ گفتم 8 کمیت برداری شما میخونید، 5 تاشو داری میبینی، 5 تا از اون 8 تا رو داری میبینی، یکی دیگه‌ش هم میبینی الان میشه 6 تا. 6 تاش اینجا هست، پس این سوال سنگینه که 6 تا هست. میدونی مسیر حرکت همواره به گونه‌ایه که مماس بر بردار سرعته، یعنی بردار سرعت مماس بر مسیر حرکته. این توپ کجا میره؟ این توپ اینجا داره میره، یا اینطوریه یا اینطوریه یا اینطوریه، یکیشه. 1 2 3 نظرت کدومه؟ یک، مسیر حرکت این مشکی است، به این میگیم مسیر حرکت. مسیر حرکتش آقا دیگه خط راست نیست، تا شیطون منحنیه. آره دیگه شما نمیخونید، شما مسیر حرکت هایی که خوندید همش خط راست بوده، روی یه دونه خیابون میرفته میومده، بازم تازه ناله میکنید سخته. خب این داره اونو منحنی میره دیگه، مگه به این راحتی تحلیلش؟ باید خیلی حرکت بلد باشی تا بتونی اینو تحلیل کنی.
مسیر حرکت رو حالا من میکشم چون دیگه دارید درا میفتید. خب خیلی چیزا رو میفهمید. این مسیر حرکتش. خب بردار تکانه و سرعت مماس بر مسیر حرکتن، اما این آبیا یعنی این ستا که همه همسوان به سمت گودی مسیر حرکتن. فهمیدی؟ کجا زال میاد آقا؟ اینا رو که نداریم تو مغناطیس. قیمه ها رو میریزن تو ماستا، یه دفعه سال ترکیبی میدن. ندیدی تو مغناطیس الکترون میرفت تو تو میدان، بعد تو نمیفهمیدی کجا میره؟ تقصیر تو نبوده. الکترون میره تو میدان مغناطیسی، رو منحنی حرکت میکنه. فهمیدی؟ تایید بده. بردارهای نیرو ضربه شتاب اینجوری هست. من یه سوال بهت بگم، اگه فوتبالیست یا هر ورزشی مثلا فوتبال بلدی، ببین این توپه میاد داره میاد 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 اینجوری داره میره، یکی از اینجا پاس داده این توپو، یه نفر از اینجا میاد بهش ضربه وارد میکنه، ضربه وارد میکنه به خیال اینکه این اینجوری میره، این اینجوری نمیره که قربونت برم، اینجوری میره. فهمیدی؟ برای همینه نمیره تو دروازه. شما فکر میکنی من مثلا فوتبال میبینم الان میرم ببینم چند میشن؟ نه بابا، اصلا این چون فوتبالیستای حرفه‌ای دنیا رو توی مثلا جام جهانی میبینی، بعد ببین ضربه‌ای که میزنن، من از نظر فیزیکی اینا رو آنالیز میکنم. چرا؟ دوست دارم، علاقه دارم، فانه برام. فهمیدی؟ بعد یارو میگه کات گرفت. گزارشگر خدا کنه خیابانی نباشه. خیابانی باشه که چی از این واژه‌های از خودش در میاره. چفت و جور نشد روی پاش. نمیدونم فلان. با یه ذره برو لاقل مطالعه کن، یا بیا من بهت یاد بدم استاد خیابانی، بعد برو اونجا تحلیل کن. خب اونی که لیزر میندازه قطعا توی استادیومه. خب بعد الان فهمیدی آقا پس چی کار کنم؟ فوتبالیست دروازه اینجاست، میخوای اینجا بزنی. تو والیبال هم همینه، تو بسکتبال هم همینه. تو فوتبال چون سرعت توپ زیاده خیلی هم مشهودتره، تو تنیس، بدمینتون، نمیدونم پینگ پونگ، بیلیارد. اونتا بیلیارد شارا ساکنن، چون ساکنن یه ذره ساده تر فیزیکش. توصیه میکنم اگه خواستید فیزیکش رو تمرین کنید با بیلیارد شروع کنید. خب خانما آقایون، الان اینو من چجوری بزنم اینجا بره؟ اگه بگی خیلی دوست دارم، یعنی این فوتبالیسته اینجا وایستاده میخواد اینجا بزنه، چجوری بزنه؟ اگه گفتی زاویهش مهم نیست، فقط طرفشو بگو، حدودن کدوم وری بزنه. من بپرسم این وری بزنه، اینجوری بزنه، اینجوری بزنه، کدومش؟ یک دو سه به ترتیب، یک دو سه. برو ببین مهدی طارمی اینجوری میزنه، برای همینو فوتبالیست خوبیه. علی دایی اینجوری میزد، یعنی بهش پاس میدن اینجا میخواد بزنه، اینجا رو نشونه گرفته. بعد سرعت این توپا زیاده ها، مثلا این چه میدونم 100 کیلومتر بر ساعت یه موقع سرعت داره. تو باید این... یعنی بتونی از نظر تجربی با تمرینی که کردی بدونی که چقدر سرعت با حدود چه زاویه‌ای بدی تا توپه بره قشنگ سجاف دروازه. افتاد؟ البته این موضوعاتی که توضیح دادم و فقط استقلالی‌ها میتونن یاد بگیرن. خب پرسپولیسیا حد اکثر میزنن زیرش، علی اصغری بازی میکنن. بفرما. بله. خب حالا چه ببری؟ خب استاد پرسپولیس نداره، هر کی که باسوادتر باشه بهتر بازی میکنه و البته تمرین بیشتر. آقا این 6-8 تا کمیاتی که گفتی یکی دیگهش کجاست؟ جابجاییه. بیا جا به جایی دیگه، مثلا از اینجا بره تا اینجا، اینم بردار جا به جایی. ما 8 کمیت برداری داریم، 6 تاش اینجاست، بر همین پیچیده است، بر همین پیچیده است. 8 کمیت برداری، اون دو تای دیگه چی هن؟ میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، ربطی به اینا نداره. خب فقط اگه یه موقع الکترون بدن بره تو میدان الکتریکی، من میتونم 8 تاشو با هم ترکیب کنم. نمیادا الکترون بره تو میدان مغناطیسی، یه دفعه بهش یه ضربه هم وارد کنیم. کی فهمید حرفمو؟ بله آفرین. من اینو پاک کنم حالا، فقط برات بنویسم که این به طرف گودی مسیر حرکته. اینا چی؟ مماس بر مسیر حرکت، که تو سوالاتی که احیانا تو مغناطیس و اینا میخوایم حل کنیم گیر نکنیم. یه سوال دارم، اگه این ستا آبیا با این دوتا سبزا همسو باشن چی میشه به نظرت؟ همسو باشن
تون چونده رو خط راست میره. یادته ببین ما کدوما رو میگرفتیم تو سینماتیک همش حرف میزدیم، این دوتا، ولی راستشو بخوای اینا بیشتر بودن، فقط شما این دوتا رو ما حرف میزدیم، میگفتیم اگه این دوتا همسو باشن تون چونده بر روی خط راست، فهمیدی؟ اگه این دوتا ناهمسو باشن چی؟ کند شونده روی خط راست، کند شونده رو خط راست، قبوله؟ بهترین حالت اینه که از عقب یکی به من پاس رو به جلو بده تو در، توپ همینجوری خودش سرعت داره، منم برم در همون جهت بهش بزنم، این ضربه راحت تریه. نمیدونم فهمیدی یا نه، پاسای طولی منو بکنن مربی تیم ملی، بهتون میگم چی در میارم از این بازیکنام. پاسای طولی، پاسای عرضی، اینا بابا بازیکنان نمیتونن درش بیارن مگر اینکه حالا حالا کار کنن. فهمیدید پاس طولی منظورم چیه؟ در طول زمین پاس بدن اون ضربه راحت تره، شانس گلش بیشتره. خب حالا شما یاد بگیر به جاش هر ورزشی کردی موفق تر میشی. اگه این دوتا برام عمود باشن، ریاضی ها پنج بدید، ریاضی ها پنج بدید، شما دارید فقط، تجربی ها ندارن. دو هفته دیگه قرار شد بگم این دوتا اگه برام عمود باشن میشه حرکت دایره ای، بعدم براتون میگم، تایید بدید. بله. خب آقا من تا اینجا داشتم در مورد چی؟ برداراش صحبت میکنم، بعیده اینا رو بدن تو کنکور. خب اما ممکنه که از اینا تو مغناطیسی جایی بخوایم استفاده کنیم و بچه های رشته ریاضی چون میخوام حرکت دایری آخرین فصل بگم اینا رو یه ذره بدونن بهتره. خود این تکانه هنوز نگفتی آقا یعنی چی؟ الان میخوام بگم. واحدش کیلوگرم متر بر ثانیه است. واحد ضربه چیه؟ نیوتن ثانیه. واحد این دوتا با هم یکیه، درسته ظاهرا فرق دارن ولی ساده کنی یکی میشن. آخه نیوتن خودش میشه جرم زد در شتاب، یه دونه از این ثانیه‌هاش میره میشه این. پس واحد اینا یکیه. بله تو کارانرژی دیدی گفتم بهت که اگه دو کمیت واحداشون یکی باشه اینا یا خداشون با هم برابرن یا تغییراتشون. پس تکانه و ضربه از جنس همن. به به این دوتا از جنس همن، خداشون نه، تغییراتشون با هم برابره. کی فهمیدی؟ تایید بهم بده تا ادامه بدم. یا خداشون برابرن یا تغییراتشون، تغییراتشون با هم برابره. این تغییرات تکانه با تغییرات ضربه برابره. الان اثباتش کنم. اول دلتا پی مگه نمیشه ام دلتا وی؟ آخه پی میشه چی؟ ام وی. یه دلتا گرفتم از طرف این، یادته تو سینماتیک بهت یاد دادم دلتا میگیری، اینم دلتا میگیری، ام ثابت میاد بیرون، ضرب در دلتا تی میکنم و تقسیم بر دلتا تی. دلتا وی به دلتا تی میشه شتاب متوسط، شتاب ثابت فرض میکنم پس میشه شتاب. خب اگه نبود چی؟ شتاب متوسط. ام آ چیه؟ اف. اگر نیرو ثابت بود شتاب ثابت بود اف، اگه نبود شتاب نیرو متوسط، حالا متوسطش مهم نی. یه دونم دلتا تی داریم میشه اف دلتا تی. اف دلتا تی چیه؟ دلتا رو. اینم اثباتش. تایید؟ اثباتشو دارید؟ نه. پس چی؟ گفتم فقط بفهمی اینا رو درک کنی با تمام سلولات. خب که این اتفاق میفته؟ هر وقت در تستی گفت برخورد اتفاق افتاده شما این دوتا رو با هم مساوی قرار بده حل میشه اون سوال. حالا برخورد نه، کلمات مترادف با برخورد، بعد اینو میذاری ام دلتا وی، اینو میذاری اف دلتا تی. مفهومش چیه؟ حالا رسیدیم به مفهومش. تازه تا اینجا که گفتم حالا میتونی مفهومو بفهمی. ببین شما برای اینکه ضربه قوی داشته باشی یا باید نیروتو زیاد کنی یا باید زمان تأثیر رو. نیرو ما محدودیت داریم. من چقدر مگه زور دارم که به توپ میخوام نیرو وارد کنم؟ محدودیت دارم، بعد این نیرو باید سیو کنم در کل زمان بازی. خب اما زمان تأثیر، کاری که علی دایی میکنه، کاری که رونالدو میکنه، ولی مسی اینجوری نیست ضرباتش، حالا برید ببینید. خب زمان تأثیر توپ رو زیاد میکنن. یعنی چی؟ یعنی انگار داره با پاش توپ رو هل میده، یعنی به جای اینکه وسف به توپ بده زمان تأثیر میده که ضربه قوی تولید کنه. تا اینجا رو فهمیدین؟ میخوام مثال خوبی نیست ببخشید بی ادبیه، ولی مثال خوبیه.
میخوام چک بزنم تو گوش یکی. اگه بزنی زود بکشین چک خیلی ضربش قوی نیست، ولی اگه بزنی نگهداری، دیدی بهش میگن چک افسری. عوام میگن چسبیدا چسبیدا، میگه هندی. راست میگه، چک هندی. دیدی یه چک میزنه یارو میره بمبئی در میاد. خب بله، پس شما ضربه رو فهمیدی. حالا تکانه ببینین، گوش کن، یه مثال باز میزنم. اگه میخوای ضربه قوی به کسی بزنی، تا میتونی زمان تأثیر نیروتو زیاد کن که حالت و صفر به خودش نگیره، بشه ضربه. دو تا اتومبیل دارم، یه کامیونه یه پرایده. اینا دارن با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت میرن. کامیون 10 تنه، پراید 1 تنه، با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت. کی جلو میفته؟ بنویسید برام. پراید. هیچ کدوم. جفتشون 60 تن. دکاتر. اینجوری مچ میگیرن ها. یادتونه بچه بودیم مچه اونو میگرفتن، یک کیلو پنبه سنگین تره یا یک کیلو آهن؟ ما میگفتیم خب یک کیلو آهن. میگو بابا جفتش یک کیلوه، چگالیشون فرق داره. خب نه، این از این چیزاست که اشتباه میکنین. جفتشون 60 تن، هیچکی جلو نمیفته. کامیونه چیش از پرایده بیشتره؟ پس جرمش. خوب گوش کن، اگه جرمش بیشتره سرعتاشون یکسانه، اگه جرمش بیشتره پس تکانش بیشتره. تکانش بیشتره، خیلی خوب. حالا این یعنی چی؟ میخوام یه چیزی با شعور و فیلینگ و احساست بگی، اصلا فیزیکو بذار کنار. به نظرت اگر این کامیون و پراید بیان برن بخورن به یه دیوار، اثر تخریبی کدوم اینا روی دیوار بیشتره؟ قطعا کامیون. همه هم نوشتین، یه نفر نوشت پراید. تو پارکتو عوض کن، واقعا پرایده بیشتر تخریب میکنه؟ واقعی؟ پراید به دوچرخه زده، شایان با دوچرخه بوده تصادف کرده، پراید بزده، پرایده غور شده. اثر تخریبی اینا روی دیوار، پراید بیشتر تخریب میکنه دیگه. خب آقا اینو حست میگه، فیزیک چی میگه؟ فیزیک هم همینو میگه. ببینی میبینی این چی میگه؟ قشنگ گوش کن این جمله رو. وقتی برخورد اتفاق میفته، تکانه تبدیل به ضربه میشه. هرچه جسم تکانه بیشتری داشته باشه، ضربه قوی تری تولید میکنه. پس کامیون که تکانه بیشتری داره، اگر برخورد اتفاق بیفته، ضربه قوی تری تولید میکنه. من یه جمله بخوام، این تعریف خودم درست کردم، یه جمله شیک و کوتاه بخوام بگم، تکانه یعنی قابلیت ایجاد ضربه. یعنی اگر جسمی تکانه زیادی داره، برید از جلو دست و پاش کنار، که اگر برخورد کنه بهتون، ضربه بسیار قوی تولید میشه. اگه برخورد نکنه چی؟ هیچی، تکانه داره. تکانه وقتی که برخورد اتفاق میفته، تبدیل به ضربه میشه. کی فهمید؟ مطمئنم فهمیدید. حالا چند تا مثالم بزنم تثبیت شه. یه توپه فوتبال یه جرمی داره، یه سرعتی داره، بخوره تو صورتم حالا در و داغون میشم. حالا فکر کن به جای توپ فوتبال یه دونه توپ مثلا بسکتبال، اوخ 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 اوخ، با همون سرعت بیاد. خب این جرمشون زیادتره، این میزنه شتک میکنه دیگه. ولش کن، توپ بولینگ بیاد، اوه اوه، ولش کن، یه دونه گلوله تفنگ بیاد، اسلحه بیاد. گلوله ها اینطوریه، ببین یه دونه پوکه داره، یه چاشنی داره اینجا، اینجا توش باروته، یه دونه چیه، فلز سرب، اینجا تیر جنگی اینجوریه. خب وقتی که این یارو ضربه میزنه اینجا، زامن ماشرکی میکشی، این یه چیزیه، یه چکشتوره، ضربه میزنه، این منفجر میشه، منفجر میشه، این باروتو منفجر میکنه. در اثر احتراقی که اینجا به وجود میاد، فشار زیاد میشه، اینو پرتاب میکنه جلو. کیو؟ اینو، پوکش میفته زمین. این یه گلوله است، مثلا ممکنه جرمش 5 گرم باشه، 10 گرم باشه، 20 گرم باشه، 100 گرم باشه، 1 کیلوگرم باشه، 1 کیلوگرم باشه، دیگه گلوله تفنگ نیست، توپه. حالا مثلا مال تانک، مثلا چه میدونم، این مثلا حالا فکر کن 20 گرمه، این 20 گرم که یه انقده که، آره، اما سرعتش 1400 کیلومتر بر ساعته. اوه، جرم زب در سرعتش، تکانش عجب عددی میشه. این اگه بخوره به کسی، خدای نکرده، سبب فرو میره تو بدنش،
فرو میره، ضربه خیلی قوی تولید میکنه و طرف رو از بین میبره متاسفانه. کی فهمید؟ خب یکی دیگه بگم. یه دونه شهاب سنگ بود 66 میلیون سال پیش، این قطرش 20 کیلومتر بود. میدونم 20 کیلومتر زیاده، ولی در مقایسه با زمین که قطرش 12800 کیلومتره چیزی نیست. این با سرعت 36000 کیلومتر بر ثانیه خورد به زمین. اوف، جرمش نسبتاً زیاد بود، سرعتش هم خیلی زیاد بود. عجب تکانه‌ای خورد زمین، زمینو شتک کرد. چی شد؟ همون موقع که خورد، امواج اقیانوس و سونامی ایجاد کرد تو مکزیک، خورد زمین، خورد به زمین. بعد سونامی که ایجاد کرد، امواج ارتفاع 200 متر پیدا کردن. انرژی که در اثر این برخورد به وجود آمد، یعنی آزاد شد، محاسبه کردن دانشمندان معادل انفجار همزمان تمام بمب‌های هسته‌ای که الان روی سطح زمین است، انگار همه‌شون با هم منفجر شدن، اینقدر زیاد بود. بعد دیگه گرد و خاک و فلان و بهمان دایناسورا رو همه رو به چخ داد. پس توی زمین شناسی فکر کنم خوندین علت، یاد زیست میخونید، نمیدونم کجا میخونید، 66 میلیون سال پیش در اثر تبدیل تکانه به ضربه دایناسورا از بین رفتن. تو زمین شناسی میخونین. بله. خب پس اگه یه موقع دیدید یه چیزی داره میاد، جرم و سرعتش همزمان با هم زیاده، وحشتناک تکانه داره، نخوره بهت که اگه بخوره دخلت اومده، خدای نکرده. فکر کنم دیگه تکانه رو قشنگ درک کردی. یه چیزی دیگه هم داره، اینو بگم، مشتق سرعت چیه؟ شتاب. البته مکانم مشتقش بود، ولی مکان کاربردی نداره. مشتق این میشد، این انتگرال این میشد. این مهمترین کاربرد مشتق شیبه، مهمترین کاربرد انتگرال سطح زیره. دلتا هم میخواست. ضریب ثابت توی مشتق و انتگرال تأثیری نداره. پس بیا یه ضریب ثابت یعنی جرم ضرب کنیم. این چیه الان؟ تکانه است که قربونت. این چیه؟ اینم نیروه؟ جدیده؟ نه، خیلی جدید نیست، یه ضریب بود. برای این چرا نمیذاری؟ کاربرد نداره، برای همین دانشمندان نذاشتن. برای اینا کاربرد داره. نتیجه مشتق تکانه میشه نیرو. مشتق کاربردش یه شیب، پس شیب نمودار تکانه میشه نیرو. سطح زیر نمودار نیرو میشه دلتا پی، که با دلتا رو برابره. کی فهمید؟ آفرین. حالا آقا تکانه ازش سوال بدن چیا میتونن بدن؟ خوب بیا ببینیم. 100% مطمئن باشی یه تست تکانه میدن، یه تست تکانه میدن. یا معادله نیرو میده، ببخشید، معادله تکانه میده، مشتق میگیری میشه نیرو. این یه ذره نظام قدیمیه، شانسش کمه. یا معادله نیرو میده، انتگرال باید بگیری بشه تکانه. اینو اصلا تالا کلا در تاریخ کنکور ندادن، این یه ذره سبکش دانشگاهیه. یا نمودار میده، دو تا نمودار داریم، اینو بده شیب میگیری میشه نیرو، اینو بده سطح زیر میگیری میشه دلتا پی. اینو یه تایید بده تا اینجا. خب دیگه خب این معادله بود، نمودار بود، فهمیدی دو تا نموداره، یا اینه دیگه. این بود شیب میگیری، این بود سطح زیر میگیری، فقط سطح زیر میگیری میشه دلتا پی، دلتا پی هم مساوی دلتا رو. یا ممکنه توصیف فارسی یه برخوردی رو برات بکنه، اتومبیل اومد رفت خورد به دیوار، نمیدونم توپ خورد به دیوار، برگشت فلان، برخورد، تصادف، اینا دیدی؟ دلتا پی و دلتا رو مساوی قرار بده، دلتا پی به دلتا رو تبدیل میشه. یا ممکنه از مفاهیم بردارها سوال بده، مفاهیم پوزیشنشون که بعیده، ممکنه اینا رو برداری با آی و جی بدن، ممکنه به هر حال بدن، جرم عدد در بردار، بردار همه رو بهت یاد دادم، کار خاصی نداره. یا ممکنه با کار و انرژی قاطیش کنن، آخریش اینه. با کار انرژی چون سرعت داریم، با انرژی پتانسیل که قاطی نمیشه، با انرژی جنبشی قاطی میشه، سرعت داریم. بعد از این چجوری میتونن سوال بدن؟ هیچ، اولا که شما هیچ کار خاصی نمیخواد بکنی، انرژی جنبشی رو بنویس، تکانه رو هم بنویسین، دو تا رو خودت با هم قاطی کن. یا جرمو نمیده و نمیخواد، یعنی باید مستقل از جرم بری، اینا رو تقسیم میکنی، تقسیم کنی جرما میره، میشه کاب پی مساویه یه وی هم میره مساویه وی دوم، یه دونه ویاش رفت میشه وی دوم. کی فهمید؟ یا این که جرمو میده، سرعتو نمیده، نمیخواد،
خب مستقل از سرعت بری، یعنی تو این دوتا سرعت رو حذف کن. خب چجوری حذف کنم؟ اول اینو توان دو برسون، بعد تقسیم کن. تقسیم کنی این ویدئو با این میره، این شده ام دو، یه دونه از اماش با این میره، میمونه کا به روی توان دو رسوندی، پی دو مساوی این بر یه یک، این رفته به روی دو ام. کی فهمید؟ این تو کتابتون هست گفته حفظ کنید، مثلا معلومه قشنگ کات کشته. ول کن بابا اینا چی ان، اینا مثلا نیست تو کتاب، ولش کن. اگر دیدی توی سوالی تکانه و انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل هم نمیتونن بدن، مطرح شده، دو حالت داره سوالش، دو جور سوال داره، یا باید سرعت رو حذف کنی مثل این، یا باید جرم رو حذف کنی. و سلام، تکانه تمام. دوستش داشتی؟ هم خیلی ساده بود، الان یه آقایم صفر داده میگه دوستش نداشتم. باشه خب سلیقه یه دیگه، بعضی هم دوست ندارن. یعنی ولی تو اگه از تکانه خوشت نیاد یعنی کلا فیزیکو دوست نداری. و چیزی رو که دوست نداشته باشی نمیتونی یاد بگیری. بنابراین سعی کن شل کنی جذب شه. ماد حسین، این تکانه یا اندازه حرکت، البته چیزایی که اینجا براتون نوشتم خیلی کمن، ولی من خیلی مفصل برات توضیح دادم. شیب نمودار پی تی میشه نیرو، سطح زیر اف تی میشه دلتا پی. تو جمع و جورش هم اینجا براتون تکانه رو نوشتم، روابط تکانه با انرژی جنبشی اینجوری برخورد. تمام، درس دینامیک تمام شد. درس دینامیک تمام شد. فقط حل سوالات باقی مانده. تا سوال چند رسیده بودیم؟ چت باز مونده. چت باز رو تو مثال میگم، هفته آینده انشالله. اینجا ایم الان سوال 19 20 21 اینا همه تکانن، 22 و 23. شروع کنین، وقت بدم این چند تا رو حل کنید، بعد من حل کنم و بعد تشریف ببرید. خسته شدین؟ هفت دقیقه وقت میدم، الان دو دقیقه به هشته، تا 8 و 5 دقیقه. این سوالاش آسونن آخه. 19 20 21 22 و 23 اینا رو حل کنید و بعد میریم. بعد من حل کنم و بریم. بودید. 7 دقیقه وقت دارید. نریان درسته. فقط نسبت به سرعته، نه نسبت به زمان. بله، دیدید که سوالات تکانه فوق‌العاده ساده‌اند. سوال 19 گزینه بدید، برای همین اول تعادل سخت‌تر بود، اول اونو گفتم بعد تکانه رو. خب دو راه میگم، راه اول امتحان ترم کیا دارن، از اون برن، از این برن. روش اول، ببین یادته توی سینماتیک داشتیم آبار مساوی دلتا وی به دلتا تی، اینو طرفین رو ضرب در جرم بکنی میشه ام آبار اوریج، حالا من بار گذاشتم ام دلتا وی به دلتا تی، یه جوری نوشتم اثبات هم بشه. این میشه نیروی متوسط مساوی دلتا پی به دلتا تی. خب بعضی‌ها فکر می‌کنن این فرموله، نه، این همون رابطه شتاب در یه جرم ضرب شده. اینو فهمیدین؟ بله. خب گفته چه بازه‌ای؟ تو بازه 5 تا 7. 5 7 یه بار 5 میذاری پی 1 به دست میاد، یه بار 7 میذاری پی 2 به دست میاد. اگه کسی رفته از این را بگه 5 بذاریم چند میشه، بگید من خستم، شما حساب کنید. مرسی که حساب کردیم. منهای 5 اشتباه که حساب نکردید ان شاء الله. 7 بذارید تو معادله تکانه، منهای 1 اگه اشتباه حساب کرده باشین گندش در میاد. تو روش دوم اف بار میشه پی دو منهای پی 1 میشه منهای 1، منهای منهای 5، منهای 1، منهای منهای 5 تقسیم بر تی دو منهای تی 1 که 7 منهای 5، صورتش میشه 4، مخرجش میشه 2، میشه 2 نیوتن. اینو شما تو امتحان ترم بنویسید، بهتون نمره میدن. روش دوم، اینو من فردا توضیح میدم دوباره تو کامبک فردا.
تو تابستون گفتم مقدار میانی، میگفتم اگه رو سهمی یه خط قاطع بکشی، خب اول از این یه مشتق بگیریم، مشتق میگیریم، مشتق تکانه نیرو میده، این نیرو، این میشه دو تی منای ده. به جای اینکه متوسط نیرو رو تو بازه 57 به دست بیارید، چون این سهمیه تقارن داره، بنا به قضیه مقدار میانی، به جای این میتونید برید نیروی لحظه‌ای رو در وسط این بازه، یعنی در لحظه 6 به دست بیارید. کافی که بیاد اینجا تیر رو بذارید 6، 2 6 تا 12 منه 10 میشه چی؟ 2. اگه کسی تابستون نبوده متوجه نمیشه. مرسی فری جان. خب فردا براش میگم میفهمه. تایید بدید. اگه مشتق گرفتید بهترین رو رفتید. اینو برای امتحان ترم برین، چون قضیه مقدار میانی و مشتق رو تو امتحان ترم قبول نمیکنن. سوال 20 که فقط اینجا به ترتیب گفته جرم و سرعت، این اشکال تایپیه، به ترتیب سرعت و جرم. گزینه بدید. این همونیه که براتون نوشته بودم. چیا رو گفته؟ انرژی داریم؟ بله، انرژی جنبشی رو میخواد. کا مساوی 1/2 mv2، تکانم mv. اگه نگاه کنی همه گزینه‌ها جرم دارن. پس جرم بذار بمونه. یه کاری کن که سرعت حذف بشه. اول توان دو برسون بعد تقسیم کن. حفظم نکن لطفاً. این بر میشه کا به پی دو، این برم سرعت ها میرن، یه دونه از جرم ها میره، میشه 1/2 m. یه طرف وسط این کن میشه پی دو به روی دو هم، گزینه سه درسته. این که خیلی ساده است، کنکور 98 اومده بود. سوال بعدی 21 گزینه بدید. بله، میگه که با ثابت ماندن جرم یه گلوله انرژی جنبشیش گنگ میرم 1/2 mv2. جرم ثابت، اینم که ثابت، نسبت باید بگیری. دو بار بنویسی، من یه بار مینویسم. کا با وی دو رابطه خطی داره، ولی کا با وی رابطه سهمی داره. یه تایید بدید این جمله براتون مفهومه؟ بسیار عالی. خب بعد میگه انرژی جنبشی 75% کاهش پیدا کرده. مقدار اولیه رو 1 یعنی 100 صدم بگیرید، 75% کاهش یعنی منه 75 صدم، میمونه 25 صدم. پس 25 صدم برابر شده. 25 صدم برابر یعنی 1/4، 1/4 برابر شده. پس بعد سرعت چیشه؟ نصف شه. سرعت نصف شه، درصد خواسته. سرعت مخارج ضرب در 50 میکنیم، میشه 50 صدم برابر. 100 صدم شده 50 صدم. پس 50% کاهش، گزینه سه درسته. تایید بدید. میبینید خیلی سادن سوالاش. سوال بعدی گزینه بدید. برخورد تصادف دیدین. اصلا سوال یه رب توضیح داده، ولش کن، توجه نکن. شما دلتا پی و دلتا رو رو با هم مساوی قرار بده. این میشه ام دلتا وی، این میشه اف دلتا تی. اگه نیرو ثابت بود که خودش، اگه ثابت نباشه یه دونه متوسط هم میگن. پس این کلمه متوسط رو مخت نره، مهم نیست. جرمو هر چی داری بذار. جرم چنده؟ 60 کیلوگرم. پررو برم راستی؟ پررو برم. 6 بذار. دلتا وی، این 54 کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 3.6 دهم کنی میشه 15. بعد قراره که کنچمنده بره سرعتش به صفر برسه، خودش میگه. پس دلتا وی میشه 0/15. فقط منفی مهم نیستش اینجا، علامت مقدار مهمه، چون اینا بردارن، داری بزرگی ها رو میذاری. خب این 15 بوده، این مجهوله. زمان چقدره؟ زمانش کوشی 0.3 ثانیه، چون پر رو میرم 3 میذارم، 3 رو با این 6 میزنم 2، 2 تا 15 تا 30 تا 3 داره. گزینه 2 درسته. یعنی واقعا اینقدر 10 ثانیه حل داره. قبوله؟ خب و سوال آخر گزینه بدین. این آخرین سوال براتون حل میکنم. نمودار داده. خب من نمودار تا دیدم اول میگم چی؟ پی داریم، مشتقش میشه اف، البته وی بوده، آ بوده، یه جرم ضرب شده. این نمودار اف دیه، پس سطح زیرش به درد میخوره، شیبش به درد نمیخوره. سطح زیرش دلتا پی میده که با دلتا رو هم برابره. میگه تکانه جست در لحظه 15 رو بگو. این لحظه 15 پی اینجا رو میخواد. خب من از ابتدا میگیرم تا اینجا، اینجا رو میگیرم نقطه 1، اینجا رو میگیرم نقطه 2. مساحت این زوزنقه پی دو منه پی یک رو میده. اس این زوزنقه میشه دلتا پی. اس زوزنقه رو به دست بیارم چنده؟ قاعده کوچیک 5،
قاعده بزرگ 15، ضرب در نصف ارتفاع 4، دلتا پی. پی دو که میخواد منای پی یک صفره، چون اول سرعت از حال سکون خودش گفته شروع برکت میکنه، میبینی؟ پس به سادگی به دست اومد، تموم شد. این 20 این میشه 80. گزینه 4 درسته. اشتباه محاسباتی که فقط ندارم، چرا دارم؟ برای اینکه زدن نصف ارتفاع یادم رفت نصف کنم، به همین راحتی خسته بودم نمره منفی گرفتم. قاعده کوچیک به اضافه قاعده بزرگ، زدن نصف ارتفاع میشه 20 ضرب در 2 یعنی 40. وای امیدوارم از این اتفاقات برای هیچ کدومتون نیفته. تایید بدید. خب یه سوال میدم تکمیلی، فکر کنید هفته دیگه حل میکنید، دیگه کاری باهاتون ندارم. تمرین چی میخوام؟ متوسط نیرو در بازه صفر تا 15. این هفته دیگه خودم حل میکنم، شما هم فکر کنید. این یه تمرین. تمرین دوم یادم بندازید اول این تمرین ها رو حل کنم هفته دیگه. تمرین بعدی نمودار افتی رو به داده اینطوری. اگه یادت باشه تو کار انرژی شبیه اینو حل کردم، فقط به جای FD ببخشید به جای FT FD بود. کی یادشه؟ آفری، اینو داده 40 نیوتن، اینو داده منفی 30 نیوتن. عدداشو بد دادم مخصوصا که یه ذره مجبور شید فکر کنید. فکر نکنی همیشه فکر کنید که یه ذره محاسبه بیشتر کنید که دستتون را بیفته. اینجا رو داده 10، اینجا رو داده 24. چی میخواد؟ متوسط نیرو تو بازه 0 تا 24. هر وقت متوسط بگن باید بازه بدن. تکلیفتونم اینجا می نویسم 90 تست دینامیک بزنین. چند تا تا حالا دینامیک زدین؟ نوت تا بزنین، مضرب 3 بزنین که متنوع ببینین. تکلیف 90 تست دینامیک مضرب 3 بزنین. خسته نباشید بچه ها، عالی هستید، دمتون گرم، شبتون بخیر، موفق باشید. تا فردا کامبک داریم، تونستی آنلاین بیا، اگه نتونستی آفلاینشو ببین. خدا نگهدار.